Μεταδώστε την είδηση, όχι τον ιό. Spread the news, not the virus. Το Solidarity Now, σε συνεργασία με το Pod.gr, δίνει τις απαντήσεις στους πρόσφυγες και μετανάστες που ζουν ανάμεσά μας. Θυλασμό σε καιρό κορονοϊού? Ναι, είναι ασφαλής. Το Solidarity Now και το Pod.gr ενώνουν τις δυνάμεις τους για να πληροφορήσουν τις νέες μητέρες. Ακολουθούν διεθνείς οδηγίες για τον θυλασμό στα Φαρσί. شیردهی در زمان ویروس کرونا؟ بله، امن است. سازمان سالیداریتی ناو و پاد نقطه جی آر در همکاری با هم این گزارش را برای مادران جوان آماده کردند. در اینجا به قوانین بین المللی برای شیردهی به زبان فارسی گوش دهید. خبر را منتشر کنید، نه ویروس را. در مبارزه برای کاهش انتقال ویروس کرونا همه ما یک تیم هستیم. آگاه میمانیم، احتیاط میکنیم، امن میمانیم و از اطرافیان خود حفاظت میکنیم. ویروس کرونا و شیردهی. بله، شیردهی امن است. این قسمت به مادران جوان اختصاص دارد که به دلیل شرایط اضطراری و تجربه جدید مادر بودن ممکن است استرس بیشتری را تجربه کنند. ما همیشه با لبخند و نگرش مثبت دستورالعمل‌های بین‌المللی شیردهی را با شما به اشتراک می‌گذاریم. البته اگر بیماری دیگری و یا مشکل خاصی در شیردهی دارید، از شما می‌خواهیم با هر متخصصی که به آن دسترسی دارید تماس گرفته و آرام باشید. بسیاری از مادران سوال می‌کنند که آیا ادامه شیردهی نوزادان خود در جریان انتشار ویروس کرونا بی‌خطر است یا خیر؟ سازمان‌های بهداشتی در سراسر جهان به ما اطمینان می‌دهند که بله، شیردهی امن است و بهترین راه برای تغذیه نوزادان می‌باشد. یکی از مزایای تغذیه با شیر مادر این است که شیر مادر آنتی‌بادی‌هایی را فراهم می‌کند که سیستم ایمنی کودک را تقویت می‌کند. بنابراین شیر مادر به نوزادان کمک می‌کند تا سالم باشند، کمتر بیمار شوند و وقتی بیمار می‌شوند معمولاً دارای علائم خفیف‌تر و بهبودی سریع هستند. در صورتی که مادر شیرده دارای علائمی مانند تب، سرفه یا تنگی نفس باشد، آیا ادامه شیردهی امن است یا خیر؟ در اینجا جواب مثبت است. با توجه به مزایای کلی شیردهی و همچنین سخت منتقل شدن ویروس از طریق شیر مادر، مادر می تواند شیر دادن به نوزاد خود را ادامه دهد. با این وجود، مانند هر بیماری دیگری، باید تمام اقدامات احتیاطی لازم را انجام داد. این بدان معناست که مادر قبل از تماس با کودک و شیردهی باید دستان خود را کاملا بشوید، در نزدیکی کودک ماسک بپوشد و در حین شیردهی نباید چشم و بینی و دهان خود را لمس کند و تمام سطوح آلوده را کاملا ضد عفونی کند. اگر آلودگی مادر به ویروس کرونا شدید است و قادر به ادامه شیردهی نیست، مهم این است که با پیروی از قوانین بهداشت شیر را به صورت سیستماتیک پمپ کرده و کودک را تغذیه کند. دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی این است که یک مادر شیرده حتی اگر بیمار باشد نباید از نوزاد جدا شود. اما اگر قرار است این کار انجام شود، باید تلاش کرد تا شیر به صورت سیستماتیک پمپ شود تا بتواند تولید شیر را تقویت و حفظ کند. در حالی که مادر در حال درمان است، پمپ سینه را می توان از بیمارستان دریافت کرد. البته بسیاری از مادران پمپ با دست را بسیار راحت‌تر و مؤثرتر می‌دانند. نگهداری و ادامه شیردهی منحصراً برای نیمه اول زندگی کودک و سپس در ترکیب با غذاهای مکمل حداقل برای 2 سال اول زندگی کودک مهم است. اما حتی در مواقع اضطراری از اهمیت بیشتری برخوردار است، مانند مواردی که اکنون در آن به سر می‌برید. این نه تنها به نفع کودک بلکه به نفع کل خانواده است که به شیردهی ادامه دهند. حتی در صورتی که اخیراً شیردهی را متوقف کرده اید، می توانید دوباره آن را شروع کنید. در جستجوی اطلاعات و پشتیبانی از منابع معتبر و مادران با تجربه در شیردهی، دریغ نکنید. ما هم برای کمک به شما اینجا هستیم. ما تسلیم ترس نخواهیم شد. امن بمانید. Ήταν το Frequently Asked Questions for Migrants, ένα podcast του Solidarity Now σε συνεργασία με το Pod.gr που δίνει χρήσιμες απαντήσεις σε πρόσφυγες και μετανάστες που ζουν στη χώρα μας.
Βρείτε το podcast στην ιστοσελίδα του Solidarity Now, στο Podgr, στο Spotify, Apple Podcasts ή όπου ακούτε podcast από το κινητό σας. گزارشات رادیویی را می توانید بر روی سایت سالیداریتی پیدا کنید و یا بر روی pod.gr، اسپاتیفای، اپل پادکست و یا هر جایی که بر روی موبایل می توانید به گزارشات رادیویی گوش دهید.